سلام، عرفان سلیمی هستم با 13 قسمت از نقد ترانه در فصل تازهش زن زندگی آزادی در خدمت شما. پیش از اینکه نقد ترانه امروز را آغاز بکنیم، این پنجمین برنامه است که به پیروز این یوز ایرانی نماد افتخار و امید ایران زمین تقدیم میشه. روح شاد و امیدوارم که این همبستگی که از زمان تولد تا مرگ پیروز و حتی بعد از مرگ پیروز با ما ایرانی ها وجود داشته در سر حمایت از حیوانات و سر حمایت از نمادها و سرمایه سرزمینمون ادامه دار باشه. امروز ترانه برخیز رو نقد میکنم، تازه تای همکاری داریوش و اردلان سرفراز با موسیقی امیر جبادیان که مصرع اول این کار وام گرفته از خون جوانان وطن لاله دمیده ی عارف قزوینی است و ادامه این کار رو اردلان سرفراز و روی ملودی امیر جباریان نوشته. از خون جوانان وطن لاله دمیده، هنگامه گل دادن فریاد رسیده، برخیز که غیر از تو را دادرسی نیست، همسنگر ما جز خود ما هیچ کسی نیست، برخیز که این خانه ز دشمن بستانیم، بیدادگران را همه از خانه برانیم، دنیا سخن از یاری و همدردی ما گفت، غیر از خود ما خواب کسی را که نیاشفت، برخیز که هنگام نبرد بینقاب است، چون قافله از قافله سالار خراب است، برخیز که این مشت سلاح و سپر ماست، بیداری میهن نشان ظفر ماست، اکنون که سپاه کینه ورزان دشمنان زیبایی و انسان باز آمده از آن سوی تاریخ با نیت نابودی ایران، چون فتنه به عصر ما رسیدند، ناخوانده به باغ ما دویدند، خنجر به گلوی گل کشیدند، هنگامه پیوستگی ماست، پایان هزار دستگی هاست، همراهی و همبستگی ماست، برخیز که امروز همان روز رهایی است، یک لحظه به آزادی از این مخمسه باقی است. ما تا امروز 12 ترانه منتخب رو به اولویت آنچه که شما در اینستاگرام نقد ترانه انتخاب کردی ترانه هاشو نقد کردیم. خب ترانه های درخشانی بوده و بعضا چند ترانه هم بوده که واقعا نشانی از نیت واقعیش، نیت آزادی خواهانه ای نبوده، ترانه ای نبوده که در این روزگار مهم ما درد ما، میهن ما و مردم ما رو فریاد بزنه و بیشتر یک شعاف تبلیغاتی بوده جنس ترانه هایی که آقای رها اعتمادی می نویسن. اما این ترانه استاد اردلان سرفراز غیر از خط اول که مشخص از خون جوانان وطن لاله دمیده که میلیون ها بار شنیدیم، ادامه بسیار درستی داره از این مطلب و میگه هنگامه گل دادن فریاد رسیده، یعنی دیگه سکوت جایز نیست، برخیز که غیر از تو را دادرسی نیست. اردلان سرفراز بسیار احاطه‌اش به ادبیات خود و اینقدر احاطه داره که میتونه جوری بنویسه که هم مخاطب خاص اهل شعر و عمیق رو در واقع در بر بگیره، هم مخاطبی که مقدار گوشش حالا ساده تر پسنده. ببینید چقدر راحت داره میگه، برخیز که غیر از تو را دادرسی نیست، هیچ کس غیر از ما، حتی آمریکا، اروپا به فریاد ما نخواهد رسید تا از دست این جمهوری کثافت خلاص بشیم، همسنگر ما جز خود ما هیچ کسی نیست، یعنی تا خودمون دست همدیگر نگیریم هیچ دفاعی از ما وجود نداره و هیچ کس حق ما رو جز خود ما نمیتونه بگیره، برخیز که این خانه ز دشمن بستانیم، یعنی اینکه پاشو هم وطن، پاشو که دیگه وقتشه که ملا و آخوند این حکومت خرافه پسند رو مروج خرافه رو بندازیمشون بیرون، بیدادگران رو همه از خانه برانیم در جهت تکمیل همین مصرع، دنیا سخن از یاری و همدردی ما گفت. همه دنیا دیدن، همه دنیا انقلاب زنان ایران رو دیدن، انقلاب مردان ایران رو دیدن، مطابقا انقلاب کودکان و نوجوانان ما رو دیدن، انقلاب پرشور و آزادی خواهانه ما رو دیدن و همه از ما گفتن غیر از خود ما خواب کسی را، غیر از خود ما خواب کسی را که نیاشفت، خواب از چشم ابر قدرت ظلم تحمیل کنه مثل روسیه، مثل آمریکا، اون گروه در واقع فشارشون، اون گروهی که میخوان امثال جمهوری اسلامی حکومت بکنن که اسلحه بفروشن،
خواب اینا آشفته شده از زمانی که مردم ایران انقدر خودجوش بدون یک رهبری واحد از جا برخواستن. برخیز که هنگام نبرد بی‌نقاب است. یعنی ما دیگه وسط بازی نداریم، یا اینوری یا اونوری، دیگه بقیه‌اش هم خودتون بهتر از من میدونین. برخیز که هنگام نبرد بی‌نقاب است، چون قافله از قافله سالار خراب است. ما دیگه فهمیدیم که این حکومت از رأسش مشکل داره، از اون جهدش، از اون خدهش مشکل داره و همدان سرفراز به زیبایی این قضیه رو اشاره کرده و این قافله از قافله ساری خانه از پای بست ویرانه و ما باید خودمون دست به دست هم همسنگر و همدل بشیم و این ویرانی ها رو به آبادی تبدیل کنیم. برخیست که این مشت سلاح و سپر ماست، ما مردم هیچی نداریم غیر از هم دیگه، یعنی ما همو داریم و میتونیم بیستیم و فقط نباید کم بیاریم و این دستاوردی که تو این 6 ماه داشتیم رو باید همچنان ادامه بدیم و از دستاورد انقلاب باید استفاده کنیم و این مسیر رو ادامه بدیم. بیداری میهن نشان ظفر ماست. میگم هر چی این جمعیت بیشتر بشه پیروزی نزدیکتره. اکنون که سپاه کینه ورزان اشاره کردی که سپاه مغز متفکر این حجمه ها، این همه بچه کشی، این همه تاراج سرمایه ملت، دشمنان زیبایی و انسان، این همه دختر اعدام کردن، این همه از اول انقلاب به جرم حجاب و ترویج حجاب این همه دختر آتیش زدن، این همه دختر ترور کردن، این همه زیبایی کشتن. دشمنان زیبایی و انسان باز آمده از آن سوی تاریخ، که البته اینا جدشون همون اعرابیه که در واقع دستور گرفتن از محمد پسر عبدالله که ایران بهشت است. اون بهشت موعودی که ما در قرآن صحبتشو کردیم ایرانه و از 1400 سال پیش حمله کردن به ما، ما رو به زور مسلمان کردن، خرافه پرست کردن و نتیجه چیزیست که امروز داریم میبینیم و حکومت های مثل انگلیس و آمریکا 44 سال پیش از این قضیه استفاده و سوء استفاده کردن و در واقع جهت ایران رو از مسیری که داشت میرفت به سمت آزادی ترقی و پیشرفت به سمت بدبختی و بیچارگی و خرافه تغییر دادن. اکنون که سپاه کینه ورزان دشمنان زیبایی و انسان باز آمده از آن سوی تاریخ با نیت نابودی ایران که کاملا دیگه این اتفاق افتاده، چون فتنه به عصر ما رسیدن، بهترین اسم رو براش مردان سرفرز انتخاب کرد، فتنه، ناخوانده به باغ ما دویدن. همون اشاره به همون قضیه که محمد پسر عبدالله میاد اعراب میگه که ایران مثل بهشته، همه چی هست، آزادی، آبادی، میوه، خوراک. خنجر به گلوی گل کشیدن و ظلمهایی که به زنان و دختران ما و مردان ما روا داشتن هنگامه پیوستگی ماست. دیگه ما با هر عقیده و مسلک، با هر نوع ترجیحی که در آزادی خواهی داریم، باید الان رو با هم دیگه باشیم تا اینا از این مملکت برن بیرون، بعد خودمون میشینیم فهم میکنیم که مشورت میکنیم که به کدوم نقطه بریم. پایان هزار دستگی هاست. یعنی واقعا وقت این که دیگه هر کدوم از این تفرقه که جمهوری اسلامی بین ما پراکند در واقع دور بشیم. همراهی و همبستگی ماست، هنگامه پیوستگی ماست، همراهی و همبستگی با پایان هزار دستگی هاست. برخیز که امروز همان روز رهایی است، یک لحظه با آزادی از این مخمصه باقی است. واقعا اردلان سرفراز با این ترانه نشون داد که چه آگاهی ویژه‌ای از وضعیت داخل ایران داره، با اینکه خودش سالها دچار تبعید و کوچ اجباری شده، اما چقدر زیبا به ساده ترین زبان ممکن این ترانه رو می نویسه و از اون دستکاراییه که واقعا شنیدنش هر روز و هر روز و هر روز به کرات و به بارها توصیه میشه. ترانه درخشانیه، یک نمونه اثر نابه که روی ملودی نوشته شده و خود گویای همه چیز بود و بیشتر نیاز به تفسیر و تحلیل داشت. نقد. من عرفان سلیمی خیلی خوشحالم که میتونم هر روز چند دقیقه در خدمت شما باشم با نقد یک ترانه با حال هوای این روزهای مملکتمون. امیدوارم که دل قوی داشته باشید، نیت بزرگمون رو فراموش نکنیم و با همدیگه دست به دست هم حرکت کنیم و به سرمنزل مقصود که چیزی نمونده بهش برسیم. برنامه فردا نقد ترانه به سمت فردای جهان از ایرج جنتی
با صدای داریوش و موسیقی معین شیرپور هستش که داریوش یکی از فکر کنم فعال‌ترین خواننده بود که در این 6 ماه کارهای موثری تولید کرد. یکی دیگرش رو که معرفیش کردم به سمت فردای جهان رو فردا براتون نقدش رو در واقع منتشر میکنیم و امیدوارم که از دیدنش استفاده کنید و لذت ببرید. خدایا نگهدارتون باشه.